دوستان، همانطور که دیدید به وسیله یک عقربه مغناطیسی خطوط میدان مغناطیسی اطراف یک آهنربای نیلی رو رسم کردیم. به همین شیوه میتونیم خطوط میدان مغناطیسی اطراف آهنرباهای دیگه رو رسم کنیم. اما آیا خطوط میدان مغناطیسی اطراف یک آهنربا را میتونیم مشاهده کنیم؟ اگر میتونیم چگونه؟ برای مشاهده خطوط میدان مغناطیسی اطراف یک آهنربای میلی و همچنین خطوط میدان مغناطیسی اطراف یک آهنربای نعلی شکل آزمایشی رو انجام میدیم. خب بفرمایید آزمایش رو مشاهده کنید. دوستان گرامی، آزمایشی رو که اکنون انجام میدیم مربوط به مشاهده خطوط میدان مغناطیسی اطراف یک آهنربای میلی. خب آهنربا رو روی میز کارم که یه میز چوبی قرار میدم. خب بعدن یک کاغذ آ4 رو روی آهنربا قرار میدم. بعدن به وسیله نمکدان به صورت یک نواخت براده های آهن رو روی این کاغذ آ4 میپاشم. خب این کار رو تا هر جایی که لازم باشه ادامه میدم. خب حالا ضربات کوچکی رو به این کاغذ وارد میکنم تا براده های آهن در راستای خطوط میدان مغناطیسی قرار بگیرند. خب این ضربات باید محکم نباشه، ضربات کوچکی باشه. خب حالا میدان مغناطیسی اطراف یک آهنربای میله‌ای به وسیله خطوط میدان مغناطیسی قابل مشاهده است، یا میتونیم بگیم خطوط میدان مغناطیسی اطراف یک آهنربای میله‌ای رو مشاهده می‌کنیم. خب حالا براده‌های بیشتری رو بر روی کاغذ می‌پاشم ببینم آیا خطوط میدان واضح‌ترند یا اون وضوح خودشون رو از دست میدن. خب دوستان گرامی، حالا ما میخواهیم خطوط میدان مغناطیسی اطراف دو آهنربای میله‌ای که در یک راستا قرار گرفتند و قطب‌های ناهمنام اونها روبروی یکدیگر قرار گرفته مشاهده کنیم. خب در اینجا دو آهنربای میله‌ای رو در یک راستا قرار دادم و قطب N و S این دو آهنربا روبروی یکدیگر قرار گرفته. خب حالا یک کاغذ آ4 رو روی این دو آهنربا قرار میدم. خب به وسیله نمکدان براده آهن رو روی این کاغذ به صورت یک نواخت میپاشم. خب باید سعی کنیم که براده های آهن به صورت یک نواخت پاشیده بشه و در پاشیدن براده های آهن دقت لازم رو به خرج بدیم. حالا ضربات کوچکی رو به کاغذ میزنیم تا براده های آهن بتونن در راستای خطوط میدان مغناطیسی قرار بگیرن. این براده های آهن
قطب نماهای کوچکی هستند که در راستای خطوط میدان مغناطیسی قرار می گیرند. یک کمی براده آهن دیگه می پاشم. شاید تصویر بهتری از خطوط میدان مغناطیسی به دست بیاریم. خب میبینید که خطوط میدان مغناطیسی از قطب N خارج میشن و وارد قطب S میشن، همچنین در اینجا از قطب N خارج وارد S میشن، از قطب N خارج وارد قطب S میشن. خب دوستان گرامی، آزمایشی رو که همینک انجام میدیم، هدف از انجام اون مشاهده خطوط میدان مغناطیسی اطراف دو آهنربای میله است که در یک راستا قرار گرفتن و قطبهای همنام اونها روبروی یکدیگه قرار گرفته. در اینجا این دو آهنربا قطبهای N و N اونها روبروی یکدیگه قرار گرفته و در یک راستا نیز قرار دارند. خب حالا این ورقه کاغذ آچه‌ها رو روی دو آهنربا میذارم، به وسیله یک نمکدان براده های آهن رو به صورت یک نواخت روی کاغذ میپاشم. خب حالا ضربات کوچکی رو به کاغذ وارد می کنم تا براده های آهن، این عقربه های مغناطیسی کوچک، بتونن بچرخن و در راستای خطوط میدان مغناطیسی قرار بگیرن. دوستان گرامی، هدف از انجام آزمایشی که اکنون می‌خوایم انجام بدیم اینه که خطوط میدان مغناطیسی اطراف یک آهنربای نعلی شکل رو مشاهده کنیم. خب این آهنربای نعلی شکل ماست. برای اینکه تکان نخوره در حین انجام آزمایش، اونو در داخل یک بشر قرار میدیم که یک کمی کاغذ هم در داخل بشر قرار دادم. خب آهنربای نعلی شکل رو محکم می‌کنم. خب حالا یک کاغذ آچه‌ها رو روی آهنربای نعلی شکل قرار میدم، بعدم به وسیله یک نمکدان براده های آهن رو روی این کاغذ آچه‌ها به صورت یک نواخت میپاشم. هرچه یک نواختی پاشیدن براده های آهن بیشتر باشه، میدانی که مشاهده می کنیم واضح تره. خب حالا ضربات کوچکی رو به این صفحه کاغذ می زنیم تا این براده های آهن، این عقربه های مغناطیسی کوچک در راستای خطوط میدان مغناطیسی قرار بگیرند. خب حالا براده های آهن بیشتری رو روی کاغذ می پاشم و مشاهده می فرمایید.
حالا باز هم ضربات دیگری رو به این کاغذ وارد می کنم تا براده های آهن در راستای خطوط میدان مغناطیسی قرار بگیرند. دوستان، در آزمایش مشاهده خطوط میدان مغناطیسی اطراف آن رباها دیدیم که براده های آهن در راستای خطوط میدان مغناطیسی قرار می گیرند. اما چرا؟ بنابراین سوال ما اینه که چرا براده های آهن در آزمایش مشاهده خطوط میدان مغناطیسی یک آهن ربا در راستای خطوط میدان مغناطیسی قرار میگیرند؟ خب برای مشاهده خطوط میدان مغناطیسی اطراف یک آهنربای میله‌ای بدین ترتیب عمل کردیم. آهنربای میله‌ای رو روی میز چوبی قرار دادیم، بعدم یک کاغذ آ4 رو روی این آهنربا قرار دادیم، به وسیله نمکدان به صورت یک نواخت براده های آهن رو روی کاغذ پاشیدیم. خب بعدن ضربه های آرامی به کاغذ زدیم و دیدیم که براده های آهن در راستای خطوط میدان مغناطیسی قرار می گیرند و در نتیجه ما خطوط میدان مغناطیسی رو مشاهده کردیم که خطوط میدان مغناطیسی اطراف یک آهنربای میله‌ای بدین شکل بود. خب البته خطوط میدان مغناطیسی اطراف یک آهنربای میله‌ای نسبت به محور مغناطیسی آهنربا متقارن بود. خب دوستان، اما چرا براده های آهن در این آزمایش در راستای خطوط میدان مغناطیسی قرار می گیرند؟ خب آهنربا در اطراف خودش میدان مغناطیسی ایجاد می کنه. این میدان مغناطیسی باعث میشه که بر آهنرباهای دیگه نیرو وارد کنه و همچنین بر مواد مغناطیسی، مثلا براده های آهن که خیلی زود خاصیت مغناطیسی پیدا میکنن. خب بنابراین آهنربا از راه دور در براده های آهن خاصیت مغناطیسی القا میکنه، یعنی اونها را تبدیل به آهنربا میکنه. بنابراین براده های آهنی که در نزدیکی آهنربا قرار دارند به وسیله پدیده القای خاصیت مغناطیسی تبدیل به آهنرباهای کوچک میشن، یعنی ما دو قطبی های مغناطیسی کوچکی رو داریم. اگر این دو قطبی های مغناطیسی کوچک بتونن بچرخن، خب در راستای میدان مغناطیسی قرار میگیرن. خب وقتی ضربه های آرامی به کاغذ می زدیم، این ضربه های آرام باعث می شد که این دو قطبی های مغناطیسی کوچک، یعنی این براده های آهن، بتونند بچرخند و در نتیجه این دو قطبی های مغناطیسی کوچک در هر نقطه در راستای میدان مغناطیسی اون نقطه قرار می گرفتن. مثلا در این قسمت دو قطبی های مغناطیسی کوچک، یعنی براده های آهن، به این ترتیب در راستای خطوط
میدان مغناطیسی قرار می گرفتند، مانند یک عقربه مغناطیسی، و ما خطوط میدان مغناطیسی رو مشاهده کردیم. خب و همچنین دو قطبی های کوچکی یا براده های آهنی که در این قسمت ها نیز قرار داشتند در راستای خطوط میدان مغناطیسی قرار می گرفتن یا در راستای میدان مغناطیسی قرار می گرفتن و خطوط میدان مغناطیسی و واسه ما تشکیل می دادن. اما سوال بعدی ما، سوال بعدی ما یه سوال بسیار جالبی است. من در اینجا این سوال رو می نویسم. خب میگه در شکل مقابل، در شکل مقابل میدان مغناطیسی، میدان مغناطیسی در نقطه پی، در نقطه پی تقریبا به کدام جهت یا سو است، به کدام سوست؟ خب این یه سوال چهار گزینه ای، گزینه یک، گزینه دو برعکس اون، گزینه سه و گزینه چهار در جهت خلاف گزینه سه. خب دو تا آهنربای میله‌ای رو داریم. این آهنربای میله‌ای اول ما NS، این قطب Nشه، این آهنربای اول. خب و این هم نقطه پی و این هم آهنربای دوم. خب اگر دقیق این رو رسم کنیم، دقیقا روی عمود منصف این آهنربای میله قرار گرفته نقطه پی. خب این قطب انشه و این هم قطب S. اما سوال ما میگه در شکل مقابل میدان مغناطیسی در نقطه پی تقریبا به کدام سو یا جهته؟ یعنی جهت میدان مغناطیسی در نقطه پی رو از ما میخواد. دوستان اگر یادتون باشه در فصل اول گفتیم که اگر دو ذره باردار داشته باشیم و بخوایم میدان الکتریکی برایند رو در نقطه ای مثلا نقطه پی به دست بیاریم، ابتدا میدان الکتریکی حاصل از هر کدام از این ذره های باردار رو در نقطه پی به دست می آوردیم، یعنی هم جهت و هم اندازه میدان الکتریکی رو، بعدن به وسیله جمع برداری میدان الکتریکی برایند رو در نقطه پی به دست می آوردیم، هم اندازه میدان الکتریکی برایند و هم جهت اونو. خب میدان مغناطیسی نیز مانند میدان الکتریکی یک کمیت برداری است، یعنی از قوانین جمع و تفریق برداری پیروی میکنه. بنابراین مانند فصل اول که میدان برایند رو به دست می آوردیم، در اینجا نیز میدان مغناطیسی برایند رو در یک نقطه به دست میاریم. خب دوستان اگر به این شکل دقت کنید، در این شکل دو آهنربا داریم، یکی آهنربای اول و دیگری آهنربای دوم. خب اگر فرض کنیم که آهنربای دوم وجود نداره، خب آهنربای اول در اطراف خودش میدان مغناطیسی ایجاد میکنه و اگر خطوط میدان مغناطیسی اطراف این آهنربای میله رو رسم کنیم، در نزدیکی قطب S خطوط میدان وارد قطب S میشدن. خب اما خط میدانی که در اینجا وارد قطب S میشه یک خط راسته، بنابراین اگر بخوایم
بردار میدان حاصل از آهنربای اول رو در این نقطه، یعنی نقطه پی به دست بیاریم، در این نقطه مماسی بر خط میدان رسم میکنیم. در نتیجه بردار میدان در این نقطه برداری است مماس بر خط میدان عبوری از آن نقطه و با اون همجهته. بنابراین این بی یک میشه میدان مغناطیسی حاصل از آن ربای اول. خب اما اگر فرض کنیم که آن ربای اول وجود نداره، آهن ربای دوم در اطراف خودش یک میدان مغناطیسی ایجاد میکنه. خب اگر یکی از خطوط میدان مغناطیسی رو رسم کنم که از نقطه پی میگذره، خب این خط میدانی است که از نقطه بی میگذره، یکی از خطوط میدان آهن ربای دوم. خب بنابراین برای به دست آوردن بردار بی دو، یعنی میدان مغناطیسی حاصل از آن ربای دوم در نقطه پی، میاییم در نقطه پی مماسی بر این خط میدان رسم میکنیم و بردار بی دو همجهت با خط میدانی است که از آن نقطه میگذره. خب اگر دقت کنیم میبینیم که دو بردار بی یک و بی دو بر هم عمودن. بنابراین اگر از روش متوازی و الاضلاع استفاده کنیم، بردار مغناطیسی برایند بدین سو میشه، یعنی در این جهت قرار میگیره، یعنی گزینه چهار درسته. اما سوال بعدی ما، میگه یک آهنربای نیلی مطابق شکل روبرو روی میز قرار داره. خب یک عقربی مغناطیسی که آزادانه میتونه حول محور قائم بچرخه به آرامی دور مسیر دایره شکل به دور آهنربا یک دور میچرخد. خب این عقربه مغناطیسی رو روی این دایره یک دور کامل جابجا میکنیم. در این مسیر عقربه چند درجه دوران میکند؟ این فعالیت کتاب درسی است، فعالیت سدوی کتاب درسی که همین فعالیت در کنکور سراسری رشته ریاضی سال 96 مطرح شده. خب اما اگر این عقربه مغناطیسی رو به آرامی جابجا کنیم، خب اگر این عقربه مغناطیسی از اینجا تا این قسمت حرکت کنیم که این نقطه که روی عمود منصف این آهنربا قرار داره، خب اگر خطوط میدان مغناطیسی رو رسم کنیم، ببینید خطوط میدان مغناطیسی بدین صورت هستن. خب بنابراین عقربه مغناطیسی در راستای میدان مغناطیسی قرار میگیره، یعنی در راستای خط میدان قرار میگیره و با خط میدان همجهت، یعنی قطب انش بدین صورت و قطب اسش بدین صورت و در این راستا قرار میگیره. خب میبینید که در اینجا عقربه مغناطیسی ما 180 درجه چرخیده. خب اما جهت چرخش آیا پال ساعت یا چرخیده یا ساعت کرد؟ خب اگر خطوط میدان رو در اینجا رسم کنیم، اینم یکی از خطوط میدان میشه. خب من خطوط میدان رو رسم میکنم در اینجا، خب
میدان اگر دقیق وزن بشن متقارنن نسبت به محور مغناطیسی این آهن رو با. خب وقتی که در اینجا قرار میگیره عقربه مغناطیسی، ببینید عقربه مغناطیسی در راستای خط میدان قرار میگیره، یعنی مماس بر خط میدانی میشه که از اون نقطه میگذره و خط میدان از اس عقربه وارد و از قطب ان عقربه خارج میشه، یعنی بدین صورت قرار میگیره عقربه ما، این میشه ان، این اس. یعنی ببینید عقربه اینجوری میچرخه در جهت پال ساعتگر. خب در اینجا خب باسم عقربه مغناطیسی ما بدین صورت قرار میگیره، بنابراین عقربه مغناطیسی ما پاد ساعتگر میچرخه و تا اینجا 180 درجه میچرخه. خب اگر بیایم اینجا، خب عقربه مغناطیسی بدون صورت وای میسه، خب این قطب اس میشه و این هم قطب ان. خب یعنی باز هم 180 درجه دیگه چرخیده، اما در چه جهتی؟ پاد ساعتگرد یا ساعتگرد؟ خب اگر بخوایم در اینجا، خب جهت عقربه مغناطیسی رو پیدا کنیم، خب در اینجا این خط میدان اینجوری میگذره، بنابراین عقربه مغناطیسی مماس بر خط میدان عبوری از اون نقطه قرار میگیره. خب ببینید به این صورت میچرخه، یعنی پاد ساعتگر، خب یعنی پاد ساعتگر میچرخه و 180 درجه دیگه میچرخه، یعنی تا اینجا 360. بنابراین وقتی یه دور کامل میزنه 360 درجه دیگه میچرخه، یعنی 720 درجه. خب بنابراین گزینه 4 درسته. خب در این قسمت چگونگی چرخش عقربه رو واسم بررسی میکنم. خب اگر عقربه بیاد اینجا، خب عقربه بیاد اینجا اینجوری قرار میگیره، این میشه ا، این میشه اس. باز هم ببینید جهت چرخش، خب پاد ساعتگرده. خب وقتی که میاد اینجا به این صورت قرار میگیره در جهت خط میدان وای میسه، مماس بر خط میدان و با اون هم جهته. ببینید در اینجا باز هم 180 درجه دیگه چرخیده و باز هم در اینجا. خب خب اگر دقت کنید باز هم ببینید چرخش، جهت چرخش عقربه وقتی از اینجا به اینجا میره، یعنی باز هم در جهت پاد ساعتگرد چرخیده. خب و از اینجا تا اینجا 180 درجه دیگه چرخیده، یعنی وقتی از اینجا به اینجا میره 360 درجه میچرخه، وقتی که از اینجا به جای اولی خودش برمیگرده 360 درجه دیگه میچرخه. 2 ضرب 360 میشه 720. اما سوال بعدی ما، سوال بعدی ما میگه در شکل مقابل قطب‌های A و B به ترتیب کدامند، از راست به چپ، یعنی قطب A و قطب B رو تعیین کنید، و کدام عقربه مغناطیسی درست قرار گرفته است. خب این سوال در کنکور سراسری رشته ریاضی سال 88 مطرح شده و همچنین عقربه های مغناطیسی که در اینجا رسم کرده قسمت پررنگ عقربه قطب N و قسمت کمرنگ یا بدون رنگ عقربه قطب S. خب میبینید که در اینجا ما یه آهنربای میله‌ای داریم، بعد از آهنربای میله‌ای خطوط میدان از قطب N خارج میشن و وارد قطب S میشن. خب بنابراین
A قطب N، این قطب N و بینیش قطب S. خب بنابراین قطبهای A و B به ترتیب کدامند؟ از راست به چپ. خب A میشه قطب N، بنابراین گزینه 2 و 3 درسته و گزینه 1 و 4 حذف میشن. خب اما کدام عقربه مغناطیسی درست قرار گرفته یا درست جهت‌گیری کرده؟ خب در اینجا عقربه مغناطیسی که در اینجا قرار میگیره طوری میچرخه و به حالت تعادل در میاد که راستای اون در راستای خطوط میدان مغناطیسی قرار بگیره، در راستای میدان قرار بگیره، مماس بر خط میدان میشه. اما قطب N عقربه در جهت میدان مغناطیسی قرار میگیره، در جهت خطوط میدان قرار میگیره، بنابراین عقربه 2 درست جهتگیری نکرده. اما عقربه 1، خب عقربه 1 که در این نقطه قرار گرفته طوری میچرخه که در راستای میدان مغناطیسی قرار بگیره و در جهت میدان مغناطیسی قطب N اون قرار میگیره. خب میبینید که عقربه مغناطیسی مماس بر خط میدان مغناطیسی عبوری از اون نقطه قرار گرفته و قطب N اون در جهت میدان مغناطیسی یا در جهت خطوط میدان مغناطیسی قرار گرفته. بنابراین جهتگیری عقربه مغناطیسی 1 درسته، بنابراین گزینه 3 میشه. اما سوال بعدی ما، سوال بعدی ما میگه اگر جهت میدان مغناطیسی درون دو آهن ربای میلی مطابق شکل روبرو باشه. خب این جهت میدان مغناطیسی درون این دو آهن رباست. خب بردار میدان مغناطیسی در نقطه A روی عمود منصف خط واصل دو آهن ربا در کدام جهت است؟ خب جهت بردار میدان مغناطیسی برایند در نقطه A از ما خواسته. نقطه A روی عمود منصف خط واصل دو آهن ربا قرار داره. خب ابتدا قطب‌های این دو آهن ربا رو مشخص می‌کنیم. خب اگر جهت میدان مغناطیسی درون آهن ربای اول به سمت چپ باشه، خب در نتیجه اگر یک عقربه مغناطیسی و درون حفره فرضی در درون این آهن ربا قرار بدیم، خب عقربه مغناطیسی در این راستا قرار میگیره و قطب N اون به سمت چپ قرار میگیره. خب و در درون یک آهن ربا قطب N عقربه مغناطیسی در نزدیکی قطب N آهن ربای میلی قرار میگیره یا در جهت قطب N آهن ربای میلی قرار میگیره و خط میدان درون آهن ربا طوری رسم میشه که عقربه مغناطیسی در هر نقطه مماس بر اون خط میدان باشه و قطب N عقربه جهت خط میدان رو نشون میده. یعنی در اینجا این قطب S عقربه است و این قطب N عقربه و اگر خطوط میدان درون این آهن رو بار رسم کنیم، خطوط میدان از قطب S به سمت قطب N رسم میشن، یعنی جهتشون از قطب S آهن رو با به طرف قطب N آهن رو باست. خب و در اینجا نیز در آهن رو بای دوم باز هم جهت میدان درون آهن ربا از قطب S آهن ربا به طرف قطب N آهن ربا است، یا خط میدان از قطب S آهن ربا به طرف قطب N آهن ربا رسم میشه. این آهن ربای دوم ماست. خب حالا که قطب ها رو مشخص کردیم، میخوایم
جهت میدان مقناطیسی در این نقطه را پیدا کنیم. به دو روش اقدام میکنیم. خب اما روش اول، خب اگر دقت کنید در اینجا دو آهنربا داریم، بنابراین هر دو تا آهنربا در این نقطه میدان مغناطیسی ایجاد میکنند که میدان مغناطیسی برایند حاصل جمع برداری این دو میدان مغناطیسی است. خب بنابراین فرض میکنیم که آهنربای دوم اصلا وجود نداره، بنابراین آهنربای اول در نقطه A میدان مغناطیسی رو ایجاد میکنه. خب اگر خطوط میدان اطراف این آهنربا رو رسم کنیم، خب من این کار رو سعی میکنم با دقت انجام بدم، یکی از خطوط میدانی که از نقطه A میگذره رسم میکنم. خب اگر در نقطه A بیام بردار میدان حاصل از آهنربای اول رو رسم کنم، باید مماسی بر خط میدان عبوری از نقطه A در این نقطه رسم کنم و جهت خط میدان، جهت بردار میدان حاصل از آهنربای اول رو به ما میده. خب حالا فرض میکنم که آهنربای اول وجود نداره، خب آهنربای دوم در نقطه A میدان مغناطیسی ایجاد میکنه. خب برای یافتن جهت میدان مغناطیسی حاصل از آهنربای دوم، خطوط میدان اطراف آهنربای دوم رو رسم میکنم، یا یکی از خطوط میدان آهنربای دوم رو رسم میکنم که از نقطه A میگذره. خب سعی میکنم این کار رو با دقت انجام بدم. خب ببینید بدین شیوه، خب خط میدان از قطب N خارج میشه و وارد قطب S میشه. خب در نقطه A مماسی بر خط میدان عبوری از نقطه A رسم میکنم، این خط میدان که خط میدان آهنربای دومه. خب اینم B2 میشه. خب بردار میدان حاصل از آهنربای دوم، بردار از مماس بر خط میدان عبوری از آن نقطه و با اون همجهته. خب اگر این دو آهنربا قدرتشون یکی باشه، خب حالا این دوتا بردار اندازشون مساوی میشه و به روش جمع برداری به روش متوازی الاضلاع میتونم جهت بردار میدان مقناطیسی برایند در نقطه A رو به دست بیارم که به سمت چپ میشه، بنابراین گزینه 3 درسته. اما به روش دیگری نیز میتونیم این مسئله رو حل کنیم. خب من شکل رو اینجا رسم میکنم، این شکل رو دوباره. خب این آهنربای دوم ما باشه، این هم آهنربای اول ما. خب این هم نقطه A. خب این آهنربای اوله، اینم آهنربای دومه. خب این خطب N، این خطب S، این خطب S، اینم خطب N. خطوط میدان از خطب N خارج میشن و وارد خطب S میشن در این ناحیه. خب یعنی اگر خطوط میدان رو در این قسمت رسم کنم، خب در این نقطه بردار میدان میشه برداری که مماس بر خط میدان عبوری از اون نقطه رسم میشه و با اون هم جهته.
میشه بردار میدان مقناطیسی برایند در نقطه A، چون این خطوط میدان مقناطیسی برایند هستند. و بنابراین گزینه سه یعنی جهت بردار مقناطیسی برایند در نقطه A به سمت چپ. اما سوال بعدی ما، سوال بعدی ما میگه خطهای میدان مغناطیسی بین دو آهنربا مطابق شکله. خب در اینجا دو آهنربای میله‌ای داریم و خطوط میدان مغناطیسی بین این دو قطب، این دو آهنربای میله‌ای بدین شکله. خب قسمت A، خب قطب N یا S، و قسمت C قطب N یا S می باشه و آهنربایی یک ضعیفتر یا قویتر از آهنربایی دوست. خب گزینه ها را نیز در اینجا داده. خب اگر به این شکل دقت کنید و به این خطوط میدان بین این دو قطب، این دو آهنربایی میله‌ای که در یک راستا قرار گرفتن، می بینید که این خطوط میدان متعلق به دو آهنربای میله‌ای هستند که در یک راستا قرار گرفتند و قطب‌های هم نام اونها روبروی یکدیگر قرار گرفته. در هنگام آزمایش مشاهده خطوط میدان مغناطیسی این آزمایش رو انجام دادیم و اگر دو آهنربای میله‌ای قطب‌های هم نامشون روبروی یکدیگر قرار بگیره، خطوط میدان بین قطب‌های روبروی یکدیگر بدین شکله. خب بنابراین این دو تا قطب یعنی A و C هر دو هم نام هستند یا هر دو S هستند یا هر دو N. خب اما اگر خطوط میدان وارد قطبی بشه، اون قطب قطب S، و اگر خطوط میدان از قطبی خارج بشه، اون قطب قطب N. چون در اینجا خطوط میدان وارد دو قطب A و C شدن، بنابراین قطب های A و C قطب S می باشن. بنابراین قطب A قطب S و قطب C نیز قطب S می باشه. خب اما آهنربای یک ضعیفتر یا قویتر از آهنربای دو؟ خب به دو دلیل میتونیم بگیم که آهنربای یک ضعیفتر از آهنربای دو. دلیل اول ما اینه که تعداد خطوطی که وارد قطب S آهنربای دو شدن بیشتر از تعداد خطوطی که وارد قطب S آهنربای یک شدن. بنابراین در اینجا میدان مغناطیسی قوی تره، یعنی آهنربای دو قوی تره، آهنربای یک ضعیف تره. اما اگر خط واصل بین دو آهنربای میله‌ای رو رسم کنیم، همچنین عمود منصف این خط واصل بین دو آهنربا را، اگر خطوط میدان مغناطیسی که وارد آهنربایی شدند از این عمود منصف خارج بشه، یعنی وارد محدوده آهنربای دیگه بشه، اون آهنربا قوی تر از آهنربای دیگه است. بنابراین در اینجا آهنربای یک ضعیفتر از آهنربای دو است. خب بعضی مواقع فقط دو خط میدان رو میدن، یعنی مثل اینجا معلوم نیست که خطوط میدانی که وارد آهنربای دو میشن بیشتر از خطوط میدانی است که وارد آهنربای یک میشن. بنابراین بهتره که این نکته رو بدونیم، اگر خطوط میدان مغناطیسی از عمود منصف خط واصل دو آهنربا خارج بشه و وارد محدوده آهنربای دیگه بشه، اون آهنربایی ما که خطوط میدان ورودی به اون یا خروجی از اون از عمود منصف خط
واصل دو آهنربا خارج شده قوی تر از آهنربای دیگه است. خب میبینید که در اینجا قطب A قطب S، قطب C هم قطب S، بنابراین گزینه دو و سه یکیشون درسته و آهنربای یک هم ضعیفتر از آهنربای دو است، بنابراین گزینه دو درست. اما مسئله بعدی ما، مسئله بعدی ما میگه دو میله مغناطیسی A و B را به یکدیگر نزدیک میکنیم. شکل روبرو یک خط میدان بین دو میله را نشون میده. کدام یک از گزینه های زیر درست است؟ گزینه یک، میله A حتما آهنرباست. گزینه دو، میله B حتما آهنرباست. گزینه سه، هر دو میله حتما آهنربا هستند. گزینه چهار، یکی از دو میله حتما آهنرباست. خب اگر ما خط میدان مغناطیسی داشته باشیم، یعنی میدان مغناطیسی داریم و میدان مغناطیسی زمانی به وجود میاد که ما یک آهنربا داشته باشیم، بنابراین حتما یکی از این دو میله آهنرباست. فرض میکنیم که میله A آهنربا باشه و همه شما میدونید که خط میدان در اینجا از این قطب خارج شده، بنابراین این قطب N میشه و این قطب S. اما میله B خب میتونه یه ماده مغناطیسی باشه یا میتونه یک آهنربا باشه. خب اگر میله مغناطیسی باشه، یعنی جزء مواد مغناطیسی باشه، مثلا یه میله آهنی باشه، خب این آهنربا در اون خاصیت مغناطیسی از راه دور ایجاد میکنه یا خاصیت مغناطیسی در اون القا میکنه، اما طوری خاصیت مغناطیسی رو القا میکنه که این سر این میله که نزدیک قطب N قرار داره قطب S میشه و بنابراین جذب آهنربای اصلی میشه و اینم قطب N. خب ببینیم که این آهنربا میشه و جذب این آهنربا میشه. اگر جرمش زیاد نباشه و نیروی مغناطیسی بتونه اونو حرکت بده، خب اگر نتونه حرکت بده، خب خط میدان از قطب N خارج میشه و وارد قطب S میشه. بنابراین میله B میتواند آهن باشد. اما آیا میتونه آهنربا باشه؟ بله. اگر آهنربا باشه و این قطب S آهنربا روبروی قطب N قرار گرفته باشه، خط میدان از قطب N خارج میشه و وارد قطب S این آهنربای دیگه میشه. بنابراین هم میتواند آهن باشد و هم میتواند آهنربا باشد اگر میله A آهنربا باشد. خب حالا میبینیم که خط میدان وارد این سر B شده. خب حالا فرض میکنیم که میله B ما آهنرباست، چون خط میدان داریم بنابراین حتما یکی از این دوتا آهنرباست، بنابراین فرض میکنیم که میله B آهنربا باشد. خب اگر این آهنربا باشه، چون خط میدان وارد اون شده، باید این قطب S باشه و این قطب N. خب حالا این آهنربا در این ماده مغناطیسی مثل آهن میتونه خاصیت مغناطیسی القا کنه، اما خاصیت مغناطیسی رو طوری القا میکنه که این سر A که نزدیک S قرار داره قطب N بشه و توسط قطب S جذب بشه. خب بنابراین خط میدان از قطب N خارج و وارد قطب S میشه. بنابراین اگر میله B آهنربا باشه، خب میله A میتواند آهن باشد. اما آیا میتونه آهنربا هم باشه؟ بله. خب اگر یک آهنربای میله‌ای باشه که قطب ناهمنام اون نزدیک قطب S آهنربای B قرار گرفته باشه،
خب خط میلان از خود به انخارج و وارد خود به اسم میشه. بنابراین میله ای هم میتواند آهن باشد و هم میتواند آهن ربا باشد. بنابراین میله ای حتما آهن رباست، این درست نیست. میله بی حتما آهن رباست، باز هم درست نیست. هر دو میله حتما آهن ربا هستند، باز هم درست نیست. ولی یکی از دو میله حتما آهن رباست، یعنی گزینه چهار درست.